أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله يكتشن نقطة بسيار مهمرة مختصرا در مورد نماز بيان ميكوني. اولی که نماز یک فریضه است از طرف الله متعال و چرا باید انسان نماز را ادا کنه چند دلیل وجود داره با هر انسانی که دارای زمیر بیدار و وجدان بیدار باشه اگر کدام نیکی را به او انجام بده جواب از او هم به نیکی می باشه هل جزاء الاحسان الا الاحسان اگر من را یک برادر نیکی کنم جواب برادر نیکی هست الا که اگر برادر کدام تکلیف داشته باشه و یا که وجدان و زمیر شردوش خواب باشه جواب نیکی رو به بدی ای جدا هستن. بزرگترین نیکی در حق ما و شما ای هسته که الله متعال ما را انسان خلق کرده و به ما ای توفیق را عطا کرده که با الله متعال مکالمه کنیم و به الله متعال صحبت کنیم به این خاطر نماز یک جواب اظهار سپاس است و اظهار شکر است در مقابل الله متعال که ما ای الله شکر میکنیم سپاس میکنیم که ما را انسان خلق کردی ما را مسلمان خلق کردی و به ما ای توفیق را نصیب کردی که ما شکر تا کنیم ای است هل جزاء الاحسان الا الاحسان که اظهار سپاس اظهار سپاس هم انواع مختلف داره یکی به زبان است که شکر شکر الله سپاس تشکر و یا که عملی هسته که ما الله متعال را عملا سپاس میکنیم با نماز سپاس میکنیم که ای الله ما را خلق کردی و در نماز عمل را که انجام میتیم دو عمل بسیار جالب هسته شروع میکنیم الله اکبر خود اکبر یک صفت هسته و این صفت مقایسوی هست یعنی کبیر نمیگیم الله کبیر اگر بگویم یک ش... کبیر یعنی یک شخص بزرگ هسته در اینجا میگیم اکبر مقایسوی است وقتی میگیم اکبر از چیز بزرگتر هست و یا از چیزهای بزرگتر هست وقتی که میگیم الله اکبر یعنی الله متعال بزرگتر هست از دارایی کرده از پول کرده از جاه و جلال کرده از منصب کرده از مقام کرده ما تمام این چیزها را کنار میگذاریم و توجه خود را متمرکز میکنیم به عبادت و به سوی الله متعال هست الله اکبر از اینجا شروع میکنیم و کدام عمل را انجام میتیم چندین بار و عمل را انجام میتیم که پشانی خود را که بالاترین حصه ما هسته او را در زمین میمانیم در خاک میمانیم و در اوجه باز هم بزرگی الله متعال بیان کنیم، که سبحان رب الاعلا سبحان رب الاعلا ای است اظهار سپاس یک بنده در مقابل الله متعال یک مسئله مسئله دوم که بسیار زیاد مهم است خصوص در مورد نماز البته هر عبادت را که انسان انجام نده گناهگار است گناه کبیره است اگر روزه نگیره اگر زکات را نمی پردازه و ای که اگر حج را ادا نمی کنه و واجد شرایط هست گناهگار هست اما در مورد نماز الله متعال چون نزد الله متعال یک مقام خاصی داره نماز و عمل هست، فریضه هست که اگر انجام نده، عمل کافی است که به انجام ندادنش وارد جهنم شد الله متعال در قرآن کریم می ما سلک. ما سلككم فی سقر چی چیز شما را داخل جهنم کرد قالوا لم يكن من المسلین ما از جمله نمازگذاران نبودیم یعنی عملی است اگر انسان ترک کنه تارک نماز و بالخصوص ما میگه کسایی که دائما ترک میکنه نماز را این نمی کافی است که ای شخص داخل جهنم شود اینقدر نزد الله متعالی مهم هست چرا بعدا سرش ان بحث میکنیم رسول الله صلى الله عليه وسلم داري مورد مي که أول ما سئل به العبد يوم القيامة الصلاة يعني چقدر إنسان أعمال خوب و زشت و هر قسم أعمال را أنجام ولی در روز قيامة وروز عظيم وروز بزرق وروز وقتی که إنسان حاضر ميشه أولين سوال السيسته نماز رو أداه أول ما سئل به العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت فقد افلح وانجح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر نماز درست بود وان صلحت فقد اصلح فقد افلح وانجح بس کامیابی و نجات حاصل وان فسدت اگر نمازت ناکامل بود نا تکمیل بود ادا نکرده بودی فقد خاب وخسر بس زِيَانْ کردی زَر کردی این مسئله دوم این قدر نماز اهمیت داره نزد الله متعال مسئله سوم که چه قسم از نماز خود لذت ببریم یکی الحمدلله خداوند عجب به برادرایی که تنظیم کردن ترتیب کردن این محافل را و بالخصوص شیخ میمون که جمعه به ما تجوید یاد می تکم و خود تجوید را وقتی که در نماز سوره فاتحه را می خوانیم الحمدلله رب العالمین متوجه می باشیم که کوم جاره خوب ادا کونیم د کجاو هم جوه نه هسته ادغام هسته تمامشه به صورت خوب ادا کونیم ای هم باعث مشه که ماز نماز خود لذت ببریم و دیگه باقی تمام امور دنیوی را کنار بگذاریم ومسلېه که میتونه ما را به اون مرحله برسونه به اون مقام که ماز نماز خود لذت بریم دقت کردن در معنا و تفسیر قران هسته حتا اقل که سورته رکه ما در قران میخوانیم قل هو الله رقل ازره بالفلق رقل ازره بالنوس معنایشو بفهمیم ای هم باعث میشه که ما از نماز خود لذت ببریم در مورد سوره فاتحه یک حدیث بسیار عظیم و حدیث بسیار مقبول است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله متعال می قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین بسیار جالب است الله متعال می که من نماز را بین خود و بین بنده خود به دو حصه تقسیم کردم نصفش از ونصف و نصفش از بنده ایم است یعنی الله متعال و بنده شروع میشه وقتی الله أكبر الحمد لله رب العالمين. مکالمه نزد بين بنده و بین الله شروع مشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم آله میفرماید الله متعال نماز را به دو اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وقت که ما میگیم الحمد لله رب العالمين الله متعال جواب میشه قال الله حمدني عبد ای بنده یې ما سنای ما را بیان کرد صفات ما را بیان کرد حال مکالمه بین الله و بنده شروع شد ایسته که ما به این طریق میتونیم از نماز خود لذت ببریم این نماز ما را کیفیتش را کاملا دگرگون میسازد به خاطر که حال مکالمه شروع شد بین الله وقتی که بنده میگه الرحمن الرحیم الله متعال میفرمایا اصنع علی عبدی بنده یې ما سناوس سنای ما را بیان کرد باز وقتی که بنده میگه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الله متعال از آسمان می که مجدنی عبدی بنده من تمجید مرا بیان کرد بعد از او بنده ادامه می کسی که البته نماز می خونه. نماز را خدا قائم میکنه ای ایا که نعبد و ایا نستعین الله متعال می هذا بینی و بین عبدی ایجا است که همی ایا که نعبد و ایا نستعین یک مقام خاص است و ای بین ما و بین بنده ما است ولی عبدی ما سأل الله تعالى فہر چیز را که بنده ما از ما سوال کنه تقاضا کنه ما جوابش برش میدیم چرا ما میخواهیم نعبد و ای نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله متعال میفرماید به عبد ما سوال چیز را که بنده ما از ما سوال کنه برو برشا تا کرد ای است مقام ما به کم تمرکز کنیم دقت کنیم در مورد سوره فاتحه فضیلتش را بفهمیم علم حاصل کنیم شعنی نزولش شب بفهمیم وقتی که را در نماز تلاوت میکنیم با تجوید امی خود لذت نماز را احساس میکنیم حدیث دیگر از در مورد نماز که وقتی که انسان نماز را خود را شروع میکنه الله متعال در مقابلش میداشه وقتی که الله متعال در مقابل باشه دیگه کدام انسان مؤمن باشه که در مورد دنیا و مافیها ها فکر کنه حدیث دیگر از در مورد نماز که رسول الله صلی الله علیه و می فرماید که خود نماز معراج مؤمن هست میراج چی است عروج یعنی که انسان را به با بالاترین مقام می که کجا الله متعال صحبت میکن مسئله چهارم هذا در اول تلاوات كرديم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر الله متعال ميفرمايه كه به تحقيق نماز وقتك كه به درستي ادا شود به خشوع و خضوع ادا شود و از نمازت لذت ببري از فحشا و منكر تو را دور ميكنه يعني هدئ أقل هدا أقل نماز ما را بعد از دور كنه و جلوگيري كنه يكي انحراف فكري که بعض از مسلمان ها البته هست که هم نماز می خوانند هم بدعت می کنند هم نماز می خوانند هم در انحراف های عقیدوی ملوث هستند و نماز باید در گفتار ما تغییر بیاره اگر ما قبل از نماز هم یک شخصی بودیم که دشنام می دادیم و بعد از نماز باز همون شخصی هستیم که دشنام می پس به هدف نماز و به فلسفه نماز نرسیده و این نماز نیست که الله متعال از ما میخواهد این نماز مطلوب نیست و این نماز ای نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله به ما یاد داده به خاطر که الله متعال می فرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء اگر کدام کمی و کاستی و یا دشنام را ما بعد از نماز و یا غیبت میکنیم و یا دشنام میتیم و یا حق یک مظلوم را میخوریم پس باید مراجعه کنیم به نماز خود به خاطر قول الله است که من نمی و عمل ما نشان میده که ما را منا نکرده مشکل وجود داره هر عبادت دو بخش داره دو جنبه داره دو حصه داره یکی ظاهر عبادت وقتی که نماز میخوانیم قبل از نماز باید وضو کنیم لباس پاک بپوشیم این ظاهر عبادت است یکی روح عبادت است باطن عبادت که اقبال لاهوری میفرماید که روح چون رفت از صلات و از سیام فرد ناهموار ملت به نظام همو قسمی که خود را پاک نگاه میکنیم وضو میکنیم دست میشویم روی میشویم منظم می آییم و نمو قسم باید باطن خود را هم پاک کنیم و در نماز استاد شیم به هر صورت نماز یکی امی انحراف فکری را از بین می بره یکی انحرافاتی که در لسان ما هسته گفتیم اگر قبل از نماز دشنام بتیم قبل از نماز غیبت کنیم نماز را ادام می کنیم بعد از او هیچ تغییری نامده باشه باید در نماز خود شک کنیم که آیا نماز را درست انجام دادیم یا خیر حتما که ظاهرش خود درست انجام دادیم بسیار خوب وضو کردیم که بسیار مهم است لباس پاک پوشیدیم اما کدام عمل را درست انجام ندادیم که ما هنوز هم در غیبت ملوث هستیم گرفتار هستیم ایجا باید مراجعه کنیم و چیز سوم که نماز قدرت و قوت داره و فلسفه نماز هست و هدف نماز هست اوی است که اعمال خود را از چیزهای بد دور کنیم بل خصوص فحشا از باید انسان خود را دور نگاه کنیم. و منکرات اگر قبل از نماز دزدی کردیم بعد از نماز هم مال مردم را غصب میکنیم اگر قبل از نماز ما قتل کردیم بعد از نماز هم در مساجد و شفاخانه ها و سرک ها و بازار انفجار میکنیم بعد متوجه اعمال خود متوجه نماز خودشان که کدام نماز را ما انجام دادیم نه در گفتار ما کدام تغییر آمده نه در اعمال ما کدام تغییر آمده نه در فکر ما کدام تغییر آمده پس اشتباه کجا هسته؟ ایا نماز را به درستی انجام دادیم اایا آه همو نماز است که الله متعال میفرماید ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر قولی الله متعال نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله غلط بوده نمیتونه پس در عمل ما در فکر ما در ذهن ما کدام کمی وجود داره کدام کاستی وجود داره کدام انحراف وجود داره که ما به او هدف نماز رسانی رسیدن میتونه بارک الله لی و لکم فی القران العظیم وانا فانی و ایاکم من فقیه حکیم